بینندگان عزیز، با درود فراوان از طرف هر دوی ما برنامه فیس تو فیس رو تقدیم میکنیم به شما. هر کجا که هستین خوب و خوش سلامت باشین. بعد درود فراوان به همکار خوبم عریضا میخواستمی. درود به شما. خوب هستین؟ مرسی. عالی هستین؟ سپاس. خوب توپ بسیار عالی. مثل توپ پیمپنگ یه ذره فشار بدی میره تو. ولی نه، مثل توپ آهنی هستی. درود فراوان به تو و شما دوستان عزیز از سر دنیا. چقدر ما پیغام گرفتیم علی رضا. این هفته شلوغی بود. هفته پیغام های عالی 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 بود. بیشتر هنرمندان داخل کشور هنرمندان، بینندگان خیلی خوب و وفادار خودمون که یکیشون واقعا گردن منو خوب کرد. بارکالله. خود خانم دکتر زیرک. خب چه با زیرکی کار انجام داد. با زیرکی خیلی خوب تمام چیزایی که بعد با چندین سال سابقه گفته داشتن. حالا من میگم دکتر زیرک، امکان داره دکترم نباشن، ولی خب چیزایی که برای من نوشته بودن واقعا کارگر بود، عالی بود، خیلی خوب. یکیش بود که با بعضی کمتر معاشرت کن. تو باید سرت برگرده نمیبرم. نه بر نگردونی. خب بودی چرا متوجه شدی؟ این آدم آهنی میچرخه. یاد فیلم جنگ ستارگان میفتم. یارو بود سی تری پیو اینجوری حرکت میکرد. علی رضا راستی درست همونه. یعنی حالا تو روز عادی هم نگاهش کنی همون حالت هم را میره، اینجوری هم میکنه میچرخه. راستی یه مسئله رو خواهم بهت بگم، برگردم به اینا. ولی نه، خیلی ممنون از دوستانی که تمام گفتن چی بخور چی رو نخور، چی بذار روی گردنه چی کار بود. ولی خانم زیرک اصلا بهتر دستوری که دادم منم انجام دادم. بسلام علیکم. خوشحالم از جاهای دیگه دوستان عزیزی که خب خیلی اعتقاد به این دارن که علی رضا واقعا میتونی کمک کنی بهشون، که 100% هم میتونی و سعی میکنی. آره، بتونی کمک کنی به خیلی از خواننده های جوان. مثلا آقای رامین از با عنوان مثلا چند تا اسم میتونم بگم. آقای رامین از شیراز، یک خواننده خیلی خوب. من بی که آهنگاش گوش کردم نمیشناسمش اصلا نمیشناسم. اصلا شایدم فعلا هم در ایران به خود خودش گمنامه. نتونسته با اون نوع موسیقی بتونه خودش وارد دنیای موسیقی در ایران کنه. سخته. سخته. خیلی سخته. جواز گرفتن خیلی سخته. خیلی مشکله. خیلی مشکله. و خب فقط دختر خانم‌ها نیستن که کلن تحت شعاع قرار گرفتن عریضا. اونها بیشتر حقشون پایمال شده. خیلی. بیشتر اصلا بیشتر بره بالاتر. خانم‌ها حقشون واقعا در موسیقی پایمال شده. تو سینما ما میبینیم چهره‌ها رو خب میان میدرخشن، اگر در چنده چیزی دارن نشون میدن و خوبم در مقابل دوربین ظاهر میشن. در تلویزیون همین حالت هستش، ولی متاسفانه بخش خوانندگی بخش غریبی در این من یه چیزی رو واقعا نظرم میده. اگر ما این سیستم بودیم که از سالها پیش، مثلا 150 سال پیش همین سیستم بودیم، خب من از یاد نمیگم بودیم، سیستم ما هستش. ولی سیستمی که عوض شد، آزادی تبدیل به این شد، این منو واقعا آزار میده. من احساسم این هست و اینو من میتونم اینجا عنوان بکنم که عمر طولانی نمونده که خانم ها بتونن آواز بخونن و بتونن بخونن. من اینو مطمئن هستم. چرا؟ به خاطر اینکه داریم میبینیم ایران رو به این تمدن نه این تحول، در واقع یک تحولی است که به هر صورت حتی داریم برمیگردیم. داریم رژیم امروز هم متوجه این مسئله میشه که بعضی از مسائل نیازی نداره که اینقدر روش پافشاری بشه و اذیت بشه. برای همین بزرگترها که یک سنشون بالاتر هستش و یه مقدار تعصبات خاصی دارن، رفته رفته جای خودشون رو به جوانترها میدن و این جوانترها مطمئنن چون فرزندان خودشون و اینها رو دارن میبینن که تو جامعه چگونه رفتار میکنن، مطمئنن خانمها هم این موقعیت براتون میشه. فکر کن چند وقت پیش کجا بودش که یه خانم و یه دختر خانم و یه مرد با هم دیگه را برن تو خیابون و با هم دیگه بخونن، مثل کاری که الان اشکال خطیبی کرده. من فقط اون کارم، اون ویدیو رو خیلی دوست دارم و حس خوبی داره. درسته که قبلا بوده تو آمریکایی دیدیمش، تو ایرانی شاید حتی دیدیمش، درسته، ولی این حس خوبی داره. انتخاب قشنگ بوده این پسر و دختره که با هم دیگه تو خیابان تهران قدم میزنن، برای خود من یه جذابیتی داره. ببینید مثلا وقتی یه مقررات میزنن در یک دبیرستان متوجه میشن که بچه‌ها باید یه مقررات رو رعایت کنن، اگر نکنن یه تنبیهاتی داره.
تنبیهات هر چیزی که هم فیزیکیش نمیگم یا در یک شهر کوچیک، خب ما هر شهری ما مقررات ترافیک داریم و رانندگی داریم، ولی که در یک کشور به این بزرگی هر روز یه عده خانوم باید برن به وسیله گرفتن SMS که خودش اونجا میگن یا تکس گرفتن که باید بیان تعهد بدن روز سرتون دیگه پایان نیاد. نیا کنید در زندگی پرمشغله مردم با گرفتاری ساد یه عده خانوم من دیدم صف کشیدن در جلوی یک سازمانی بعد میرفتن اونجا میگفتن آره ما دیگه رو سرمون پایین یا مثلا رو سرمون درست سر میکنیم. خب ببین به نظر من یه فاجعه است برای بانوان ایران که اینطوری تحت کنترل باشند. ببین این البته یه تمرین 40 ساله است و اگر نگاه بکنیم در طی این 40 سال این هم با شکل دیگری به خودش گرفته، رنگ عوض کرده. نه بدتر نشده ولی رنگ عوض کرده. ولی یه مسئله بهش توجه داشته باشید، خواسته یا ناخواسته، حسین عزیز، خواسته یا ناخواسته هر کشوری یه قوانینی داره. همینجا باید مخالفم. خب میدونم مخالفم. میدونم دلیل فیس تو فیس همینه که شما مخالف اولاً باشید. ولی اگر شما مثلا در آمریکا یک سیگار ماریجوانا بکشی یارو ممکنه بویی هم بکشه بگه به به، درسته؟ اما اگه این کار شما تو مالزی بکنی اعدامت میکنن. پس به این توجه داشته باش. خب تمام باش. کشور استبدادی با قوانین بسیار بسیار بد وجود دارن. من نگفتم ما چرا باید این را تایید بکنیم؟ من نمیگم تایید میکنیم، ما اگر میخواستیم تایید کنیم در اون کشور مونده بودی. نه خب پس ما خب ما زودتر از اون اومدیم بیرون. آره. شما مخصوصا اصلا دست خودت نبود. بله در دست خودم نبود. پدر مادرم این تصمیم برام گرفت. ولی امروز تصمیم امروز این هستش که من اگر بخوام برگردم باید اون قوانین رو ببینید انجام. اگر ما در این لحظه با هر کشوری ما بگیم نه دیگه قانون این کشور دیگه، اصلا این نوع پیشرفت مردمتون کشور نیست. حداقل ما که در خارج نشستیم ما چیز دیگه دوست داریم. باز دوباره اینجا میام، من بیشترین جایی که دوست دارم امارات متحده است، دبی به خصوص. من دبی رو دوست دارم. روشی که تو دبی اجرا میشه، شما تو یه شاپینگ سنتر داری میبینی یه خانومی که اصلا چشاش رو نمیبینی، صورتش رو نمیبینی، دهنش رو نمیبینی، هیچی نمیبینی، داره راه میره، بغل دستش یه خانومی میبینی با لباس دو تیکه داره راه میره. ما همینطوری بودیم 50 سال پیش. آره این چیزی هستش که ما میپسندیم. هر کسی اونجوری که دوست داره پوشش داشته باشه، اون دوست داره فکر کنه، اون چیزی که من و شما دوست داریم. اما تا اون زمان برسه قانون کشوره، قانون مالزی اشتباهه، خیلی هم اشتباهه. خب. قانون ایران کلن اشتباهه. خب دیگه نظر دیگه نظر خب. شماست. اینا همه استرس میاره عزیز دیگه. بله استرس هم برای بعضی هم میاره. وقت مثلا چجوری ما از خیلی بحث مردم در ایران هم هست، اصلا یه جمله‌ای که خیلی در ایران استفاده میشه، استرس دارم. لغت بله امروز استرس دارم. مثلا الان من استرس دارم. من یه عمر استرس دارم الان. چجوری از استرس فرار کنیم؟ تو رو بکشیم. ایران گره پخش میشه یه اتفاقی برم بیافته مسئولی بکشیم گروهیه. میخوام زندان کمتر بکنم. این اون چیزه هست قطع اورینتال اکسپرس. یه نفر را بودن همه شما آره میخوای زندان کمتر بهت بکنم. ولی استرس واقعا چیز بزرگی ها، خودمون برای خودمون میتونه ایجاد کنیم. با یک کانورسیشن میشه استرس ایجاد بشه، در یک مهمونی کوچیک میرید استرس ایجاد میشه، در یک رابطه تلفن همه اینا استرس. ولی بس که بخود عریض استرس نداره قربونش برم انگار انگار اصلا، ولی میده ها بیگ تایم. این فیلم کوتاه رو نگاه کنید ولی عریض ببین یه خانمی دکتر بهش گفته استرس تو باید خودت دور کنی. استرس رو چگونه از خود دور کنید؟ باید استرس رو خودت دور کن، جدا کن. نگاه کنید اون بچه کوچیکه، الان دوباره نشون بدیم به تو، خیلی سریع بود. اون بچه کوچیکه میگفت تو زودتر برو از آن بیرون. شوهرش دیدی؟ آقا سرش پیکر داخت، درش انداخت، با این پاورانه رفت بیرون، در بس با استرس رفت. خلاصه این استرس، باز دوره یه بار دیگه نگاه کنید. خیلی قشنگه.
من فکر کنم خب دلیل این که هر انسان ها استرس دارند، منم استرس دارم، ولی استرس تا اونجا که میشه بعضی وقتا نمیتونی، بعضی وقتا نمیتونی اون طرف را ازت دور کنی چون بخش زندگیته، ولی تا اونجا که ممکنه اونایی که بیش دیگه نیازی نداره یا اون مسائلی که نیاز نداره از خود دور کن. میدونی من چی یاد گرفتم؟ بعضی از استرس ها روی misunderstanding، اشتباه متوجه شدیم، misconception، اشتباه هضمش کردین، اشتباه متوجه شدین، استرس بره. بعد یه دفعه روز بعد متوجه که نه اصلا اینطوری نبوده. سریع قضاوت نکنید، سریع خودتون اذیت نکنید، سریع استرس نگیرید و همیشه هم حقو بدید به اون طرف. یه دلیل بوده این از شما ناراحته، دلیل بوده که اینطور رفتار کرده. من این قیافش اینجوری می‌بینی، این قیاف معمولیشه. نه نه نه، قیاف معمولیشه. فکر نمی‌کنی وقت استرس داره؟ اصلا من استرس ندارم. ولی آره چرا داره؟ هر وقت استرس داره چشاش ریز میشه. اول از همه از دیگه چشاش ریز میشه. خب دیگه چی؟ فکرش گنده میشه. بعد میگم چته؟ هیچی. چه خبره؟ چیه؟ چیه؟ از بایی داری نیست شده اینا رو درجا بکنم، من که خودم فکر خدا نمیکنم. چشش ریز میشه، من دیدم ناراحتی میشه چشش ریز میشه. آخه باور کنید علیرضا شما اینطوری نگاه نکنید. یه عروشم چونی بیر بالا شما اینطوری نگاه نکنید، واقعا بعد میخواه اینطوری میشم. من کارم فقط همینه. جای آمپول، جای واکسن هم یاد نیکنم. واقعا با یه دونه تلنگر اینطوری تمام یک گردهمایی که ما داریم به هم میرسه. عضو یوتیوب تپش شوید تا از تازه ترین ویدیوها، برنامه ها، مصاحبه ها و میوزیک ویدیوها با خبر شوید و به صورت HD تماشاگر آنها باشید. تپش. ببین یه سیستم بیام خیلی جالبه، این بعضی هم میگن که چقدر هر بره از زمان انسان ها تو زندگی تو نقش بازی میکنن و اون نقش اون انسان ها میتونه همین حرفی که داشتیم چند روز پیش من و شما به یکی از همکاران جوانمون میگفتیم، غلام رو تعریف میکردیم، گفتیم غلام نباش. این داستان همین مسئله است که ما در زمانهای مختلف اشخاصی تو زندگیمون قرار میگیرن که اون اشخاص طرز تفکر ما رو عوض میکنه. و به نظر من، برای منم این اتفاق افتاده، این تحول صورت گرفت و همیشه به تو هم گفتم سه نفر تو زندگی من نقش بسیار موثری داشتن. تو چهارمی هستی. ولی نه، واقعیتی سه نفر تو زندگی من خیلی تاثیر داشتم. پدرم مانوش خدا بخشیان و بیژن پاکیزاد. آها بسیار خوشحالم. این سه نفر سه تا کسایی بودن که هر سه تاشون برای من از هر کدومشون چیزایی که یاد گرفتم برای من خیلی با ارزش بود. و سعی کنید از اون کسی که دوست دارید و بهش باور دارید فقط یاد بگیرید. نخواهیم باهاش بحث کنید، فقط یاد بگیرید. اتفاقا همین من با علیرضا به یکی از همکاران جوانمون داشتیم صحبت میکردیم، اون راهایی که ما بلد بودیم میگفتیم و داشتیم راهنماییش میگیریم برای پیشرفت بهتر، ولی همش بحث میکنم. هر زمانی که حسین عزیز یه خورده من از دستش دلخور میشم یا یه خورده ناراحت میشم، این همکار رو با خودم میارم و بعد قشنگ بلده چطوری این سوهان روح اینجوری بکشیمش روی و قیافه حسین رو ببینیم. برنامه‌ریزی نیست، برای که ایشون میاد به ما میپیونده برای راهپیمایی یا راه رفتن یا پیاده روی. به راهپیمایی میگن انگلیسی، ما رو به تظاهرات برای راه رفتن یا پیاده روی، پیاده روی. بعد دفعه اینا عریضه ما جدا شد با یکی دو نفته گیر رفت، من تنها موندم با این دوستمون. من در دفعه گذشته که تک و تنها تون جلو جلو رفتم، همینطور استدارشون و برای درست. دوستان عزیز باور کنید از تجربیات کسانی که دور و اطرافتون هستن و فکر میکنه یه کوچولو موفق شدن و میدونن در مورد چی دارن صحبت میکنن، خب باید استفاده کنید. اگه یه خواننده‌ای، یک هنرپیشه‌ای، یه کسی که تو دنیای رادیو تلویزیون سینما میخواد وارد شه، اگه به حرف علیرضا گوش نکنه اشتباه محضه، واقعا اشتباه محضه. ماها انقدر تجربه داریم در
رادیو، تلویزیون، سینما، کارهای زندگی، درآمد، حقوق، ریل استیت، مستقلات، هر چی که فکر کنید. نه اونا رو ایشون داره. سینما اینا اصلا نپرسید چون نصف فیلم ها رو نمیبینه، خوابه. یه فیلمی دیدم. اون فیلم ها که همه میخوام فیلم های بنجالیه. اول یه فیلمی دیدم باور نکردنی. حالا اینو دنبال میکنم. یه فیلم رو بگم ولی دنبال میکنم حرفمونه. ولی میخوایم برسیم به بازار بورس. میخوایم برسیم به مستقلات و میخوایم برسیم به اون بزرگترین سرمایه زندگی یک خانواده یک نفر چیه دارم میکنم. عزیز یه فیلم دیدم، رفتم فیلمای قدیمی تر رو نگاه کنم. یه فیلم دیدم که زندگی یک خلبان امریکایی و میشه گفت خانوادهش بزرگ شده بود در خانواده آلمانی اینجا بزرگ شد و خلبان امریکایی بود در جنگ های ویتنام. در یکی از عملیات سقوط میکنه، میزننش ویتکونگا و سقوط میکنه در جنگل های بسیار بسیار زخیم و جنگل های پر از درخت. بالاخره چند روز خودشو میتونه حفظ کنه ولی بالاخره به دست ویتکونگا میفته و بعد با چند نفر دیگه زندان کارایی که میکنن قضا بهشون نمیدادن. خود اسمشون چی بود؟ اسمشون رسکیو داون. آها رسکیو داون، اوکی. توصیه میکنم ببینید. ببینید دستمال کلینکس هم داشته باشید. آخرش بد نیست ولی واقعا عشق به چشماتون میاره. برای که من یه سی میخوام اینجا بگم که شما ببینید چقدر مهمه. علیرضا در ارتش امریکا از زمان ویتنام تا الان تا عراق و هر جا درگیری که بوده یک یونیتی هست که کارشون از جنگ هم مهمتره. اونم رسکیو میشن. کسانی که باید برن دنبال اون خلبانی که سقوط کرده. بله. اگر اون پیدا نکنن بزرگترین دیزاستر زندگیشونه. بله. یعنی اینا باید کسی رو میگن never leave anyone behind. هیچ کسی رو پشت سر نمیذاریم. بله. این سازمان اینقدر برزیده است، اینقدر وارد هستن که میرن دنبال سربازایی که در پشت موندن، در خطر هستن و نجاتش میدن. وقت زیادی هم ندارن ها. یعنی یه کاری در از یک ساعت باید انجام بدن. بله. ولی اینجا موفق نمیشن و این به دست ویتکونگا میفته و داستان ادامه پیدا میکنه. بله. فرار. بله. فیلم قشنگی هست. بسیار آره حقیقیه. داستان حقیقی حتما نمی کنه. اما اگه اشتباه نکنم جین هکمن هم توش هست. نه جین هکمن نیست. کیه پس مرده توی اون آنکامل ولره. فورد ورسس فراری. آره اوکی. چی هست میخواه کنه پیشش؟ نه مدیمن نه. نه اون یکی. اون بازی میکنه. آره میدونم. آره خود فیلم بسید. کسی که توی چیز هستش کی بود یادت میاد؟ چی؟ جزء گروه نه جین هکمن نه هیچ کنه میشه نه جین هکمن آنکامل ولر یادم افتادش. فیلم خوبیه، ریمبر اسمش یادتون باشه رسکیو داون. رسکیو داون اوکی. این هستیم. خب علیرضا بزرگترین اینوستمنت یک خانواده معمولی در امریکا چیه؟ بزرگترین سرمایه گذاریشون. من میدونم حساب. من میدونم. خب بگو با هم صحبت کردیم. خب با هم صحبت برای همین هم صحبت کردیم. نظر حسین حرف قشنگی زد چون اینم باز دوباره حرفه حسین هستش. گفت بهترین سرمایه گذاری اینه که شما تا قبل از 65 سالگی این براش سندم گذاشتش البته تا قبل از 65 سالگی بدهی به بانک برای خونتون نداشته باشید. احسن. واقعا ببینید بزرگترین شانس یک خانواده یک نفر یک زن شوهر اینه که در سن 65 سالگی اصولا ما میگیم 65 سالگی در امریکا ریتایرمنت یا بازنشستگی شروع میشه که اون بازنشستگی دولتی هم بهتون پرداخت میشه. بله. قصه 6 سالگی البته ولی 65 موقع بازنشستگیه. حالا حتما بازنشستگی نه که مثلا دیگه برین یه کاری نکنه نا ریلکس کنید. آره. اینه که ولی اگر شما خونتون بدهکاری نداشته باشید بزرگترین شانس آوردین. من با عریضا صحبت کردیم در مورد مسئله صحبت میکردیم که به این نتیجه رسیدیم و عریضام قبول کرد و منم هم همیشه اعتقاد به اون دارم که نه 70 سالون باشه مثلا 800 هزار دلار هم رو بده کار باشه. بله. سخته، مشکله. بله. اینه که زیاد گریدی نباشیم، زیاد طمع نداشته باشیم و خودمون رو آزاد بکنیم، آماده کنیم برای اگه شما نفر 40 سالش بود من حرف نمیزدم. درسته. میگفتم درسته، سخت کار کن ولی الان 20 سال وقت داری که خونت هم پی آف کنی. درسته. این یه مسئله ایه. ولی الان علیرضا میدونم در ترانتو با خانواده‌ای که صحبت میکنم که خیلیشون دوست دارن مهاجرت کنن به امریکا شخصا صحبت کردم. اینها میگن اصلا خونه پیدا نمیشه تو ترانتو، قیمت ها وحشتناک، یعنی اصلا با کالیفرنیا قابل مقایسه، از اینم بدتر شده.
خونه پیدا نمیشه. حالا تو کالیفرنیا هم که همینطور خودت اطلاع داری. بله بله، یکی از دوستان همکاران ما که با تپش هم ایشون همکاری داره، خونه شون در اورنج کانتیه. خونه خیلی بزرگی هم دارن. خونه شون خیلی خونه بزرگیه. و خب یه زن و شوهر بیشتر نیستن. برای همین داشتن یه خونه به این بزرگی براشون نیازی نیستش دیگه. و اینا تصمیم گرفته که در از اورنج کانتی که حدوداً 100 مایل با محل ما 160 کیلومتر با منزل من مثلا یا منزل شما فاصله داره، تصمیم گرفته که بیان تو اون حوالی زندگی کنن. میگفت من خونه رو امروز میبینم خوشم میاد، میام روش قیمتش رو همون قیمتی که گفته شده قبول میکنم، قبل از اینکه هیچ اتفاق بیفته بعد از ظهر با 200 یا 300 هزار دلار بالای اون قیمت اون خونه فروش میده. بله به این صورته الان، واقعا به این صورته. بله. البته نمیدونم اینو حرکت قیمت مستغلات به این صورت تا که ادامه پیدا میکنه، ولی مسلمن ریل استیت آنچنان نیست که سقوط بکنه و ریل استیت همیشه بهترین بوده در از 100 سال گذشته. بله. همیشه بهترین بوده. بله. ولی همیشه من میگم دومین بیزینس خوب جهانه. اولش اون یکی بود. بله اولش اون یکی بود. اون یکی با هم صحبت کردیم. روسپیگری. The oldest job. قدیمی ترین شغل در دنیا، در کره زمین. بله. در هست صورت دوستان عزیز ماجب از اینجا من عریضا میخوام تو رو ببرم به بازار بورس. بریم بازار بورس، برمیگردیم در مورد بازار بورس و خطرات آن و خوبیهای آن. البته برای کسانی که دوست دارن درباره خوانندگی و اینا صحبت کنیم برمیگردیم و دربارش صحبت کنیم. حتما صحبت میکنیم. عرض حالت خوبه؟ بسیار. نظرات خوبی میدی. خدا باور نکردنیه. یه ذره استرسم کم شد. اما دوستان عزیز، بازار بورس در سراسر دنیا می‌بینیم. بازار بورس امریکا، بازارهای بورس امریکا، بازار بورس اروپا، کشورهای مختلف، بازار بورس ایران و همینطور آسیای شرقی، غربی، همه اینا رو ما هر روز می‌بینیم و شاخص‌های بورس‌های مختلف می‌بینیم. بالا پایین‌هاش همه ما می‌دونیم. من همیشه معتقد به این بودم که بازار بورس برای همه نیست. سرمایه‌گذاری در بازار بورس برای همه نیست. گفتم یه نفر مثل شما فکر میکنه من در بازار بورس سرمایه گذارم، میگم چرا که نه، اگر فردا صبح خواب بیدار شدی و به اون پولی که گذاشتی اونجا احتیاج نداری حتما این کار انجام بده. درست، آفرین. چقدر من بذارم تو بازار بورس؟ گفتم حالا چون ما تو امریکا هستیم. بله. گفتم به اندازه پولی که با خودت میبری لاس وگاس قمار میکنی همون اندازه بذار. ما بس نمیدی چی رو آزادی این دفعه بازار من تو نمیدونم $50 میدم قمار کنی. آره خلاصه بازار بورس ببینید الان مشکلات خودشو داره، همیشه داشته. البته وارن بافت عزیز که که ثروتمندان جهانه، هاتوی برکشایر هاتوی کمپانیشه، برای خودش یه آدم قانه در یه خانه زندگی میکنه، 40 سال پیش خریده، هر روز مکدونالد میره صبحونه میخوره، $3 رو نیم خرج میکنه، خیلی ساده زندگی میکنه. اون میگه که همیشه میچوفاند ها همیشه یک سرمایه گذاری خوب بوده، ولی سرمایه گذاری باید مثل یک ازدواج طولانی باشه. چرا شه؟ ازدواج طولانی. آفرین. نه اینکه الان بخوای طلاق بگیری این پس فردا خب معلومه بازار بورس اونطوری دیگه. درسته. ولی اونایی که دی ترید میکنن خیلی خطرناکه. روزانه خرید و فروش میکنن. خیلی خطرناکه. همینطوری نگاه میکنن. یه داستانی که امروز وجود داره در داخل کشورم، یکی دوستانم تعریف میکنه، میگفت زنگ زده بودم برامون غذا بیارن و توی غذا که آورده بودن، طرف که غذا رو آورده بود برای ما دلیور کرده بود، در واقع دیدم رو تلفنشه، نگاه کردم داره دوج کوین رو نگاه میکنه و داره اینا رو نگاه میکنه. چرا؟ بخاطر اینکه تو ذهن خیلی هستش که خب من اگر این رو خریداری کنم به یک پول با هنگفتی میرسم، پس بیام پولام بذارم. تو رو خدا اول از همه با یک کسایی که این کار رو بلد هستند با اونها صحبت بکنید. دومی که حرف قشنگی که حسین زد اینه که شما
پولی رو بذارید که نیازی از تو زندگیتون براتون خدشه یا مشکلی به وجود نمیاره. یعنی فکر اونهایی که یک پولی دارید از دارید میذارید اونجا که فراموش شده است، نیازش ندارید، شدید اصلا احتیاجش ندارید، چون یعنی بیدار شده نیست، تأثیری بر روز زندگیتون نمیذاره. آره نمیذاره. برای همین خیلی ها توی این مسئله همین مثلا چند ما الان دقیقه نمیتونم با شما صحبت کنم، چون امکان داره دو ساعت پیش یه دفعه اگه یه کسی $100 گذاشته همه پولش بره و ممکنه الان که ما داریم با شما صحبت کنیم $100 $300 شده باشه. برای همین من نمیتونم الان بهتون بگم که چی خوبه یا چی بده، ولی من نسبت به این کار به هیچ عنوان آشنایی ندارم. برای همین از حسین مجید میپرسم، از دوستان دیگه هم میپرسم که به نظر شما مثلا آیا دوج کوین یا دوج کوین ایده خوبی هست، یا آیا مثلا ایلان گیت ایده خوبی هست، یا شیبا مثلا ایده خوبی هستش. بعد بعضی از دوستان من یه رفعه چیز میشن، میخوام برم $100 مثلا بیت کوین بخرم. میگم آخه $100 بیت کوین چیکار میخوای باش بگی با $100 بیت کوین که قیمت $60,000 یه دونه واحدش مثلا. برای همین طور خدا حساب اینو بکنید، نیاین بی خودی هزینه کنید. این شده بزاری. یک فنامنان، یعنی آره. شده که دنبال هم دیگه میریم، فکر میکنیم ما عقب افتادیم. آره. اولا توصیه کردن خرید استاک به صورت عمومی از طرف هر کس غیر قانونیه. بله. من نمیتونم به شما میگم برای این رو بخرین اینجا نشستم. من تو خود تو داشتم قهوه میخوردیم. نه نه حسبی من غلط کردم، حرف تو خوردی اشکال نداره بگو. واقعا من اینو غلط کردم، واقعا نباید گفت، اشتباهه. الان نباید گفت. من با رضا با هم تو خونه نشسته بودیم یک شب. برگشت چی گفتی به من؟ من با رضا پیشنهاد کردم، اونم ببینید من وقتی پیشنهاد میدم نمیگم تمام خونه‌شو بفروشه بذارم تو که آره، گفت چیزی که لازم نداری، چیزی که فکر کنی نیاز نداری الان میتونی بذار دست نزن بره. آره. بعد رو تاثیرم رود نمیذاره، برو قرض کن مثلا. آره. بعد دیدم که به من میگم میگه اینقدر پول داری من بده، گفتم والله برو قرض. من گفتم قرض نکن، در اصل شوخی بود. ولی به نظر من اگرم شما من فکر کنم یه سهمی داشت توشون، بهش گفته بودم بیا چشم هم چشمی نباید بشه. آره درسته، چشم هم چشمی نکنی. حالا الان یه دونه، حالا اسمشو بودن نمیخوام بیارم، مثلا یه دونه سهم هست که همه دنبالش میرن برای که به هم دیگه میگن متوجه هستید. و به نظر من اگر بلد نیستید، مخصوصا در ایران این شهر پولشون رو دست دادن، اونم تازه اینجا دولت هیچ کار است در بازار سهام، ولی در ایران خب اونا اومدن منپلیت کردن، بالا پایینش کردن، مردم پولاشون نقدینه هاشون رو از دست دادن، رفت به جایی که باید میرفت نقدینه ها. اینه که دوستان عزیز مواظب باشید و بازی خیلی خطرناکه. خورقاتون رو در یک سبد قرار ندید. یک حرکت همه میشکنه، یک نمره بزرگ خواهید داشت. شما بزنین دو تاش بشکنه، 10 تاش اونجا میمونه هنوز. بله. منظور من اینه. خب عزیز چیز دیگه هست در این موضوع دیگه میخوای اضافه کنی؟ نه، من از همونی که گفتم به شما، بهترین کار این هستش که قبل از اینکه بخواید سرمایه گذاری رو بکنید توی بورس آمریکا یا بورس جهانی در واقع، اول چک کنید، اول جیبتون رو چک کنید، تو رو خدا اندوختتون رو نذارید تو این کار. در آخر سر من به اونهایی که بارها ازم پرسیدم، اگر شما خونه اصلیتون رو نخریدین که شما همسرتون بچهاتون زندگی کنن، اولا نه یه آپارتمان بخرین برای اجاره اجارش بدین، اول باید برای خودتون بخرین توش زندگی کنین، بعد این کار رو انجام بدین. تو رو خدا این تصمیم رو کی میگه به شما بگیرید؟ باسته. نکنید این کارا رو. آفر. یا نکنیدان؟ نکنیدان. یه قزوینی صد بالا. خندش گرفت. برمیگردیم. عضو یوتیوب تپش شوید تا از تازه ترین ویدیوها، برنامه ها، مصاحبه ها و میوزیک ویدیوها با خبر شوید و به صورت HD تماشاگر آنها باشید. تپش. خب علیرضا، به خواننده های که دارن فکر میکنن امریکا میتونن بیان و کمک بشن با شرایطی که در ایران هستش، به تپش علاقه دارن، به تو اعتقاد دارن و میدونن که یا شاید بیان در امریکا موفق بشن، اولا من یه چیزی رو به همه بگم. درسته که میایین امریکا، درسته که خودتون فکر میکنید، ما که نمیدونیم، فکر میکنید خواننده خوبی هستید، موزیک خوب بلدید، تنظیم خوب میکنید، برای خواننده های اینجا تنظیم کردید، ولی فکر نکنید پاتون رو گذاشتین اینجا مثل اون مسئله من رو پورا رو زمین ریخته ها. نه. It's not gonna happen.
برای همه اتفاق نمیفته. اگر من اشتباه کنم علیرضا یو کرکت می. 60% از موسیقی خارج از کشور از بین رفته. 60% از درآمدی که ما حساب میکردیم از بین رفته. این 60% چطوری از بین رفته؟ سن که بیننده ها بودن و خب در طی این 40 سال خیلیشون از دست رفتن، از بین رفتن، درگذشتن، یا اینکه از فضای زندگی ایرانی بیرون اومدن، به خصوص در شهرها یا ایالات دیگر آمریکا غیر از لس آنجلس. بعد میایم در لس آنجلس رو صحبت بکنیم که خواننده‌ای هستن که همچنان در آمریکا دارن موفق هستن، دارن کار میکنن، تازه شاید اومدن، چند سال اومدن ولی به موفقیت رسیدن. چرا؟ بخاطر اینکه روش کارشون فرق میکنه. داره. مثلا از جمله میتونم از دوست خوبمون حمیدرضا طالب‌زاده رو عنوان کنم. ایشون کارش رو بلد بوده، به نظر من کارش رو بلده، میدونه چطوری باید در یک مهمانی ظاهر بشه، چطوری یک مهمانی رو گرم کنه، به خاطر همین هم برنامه رو میره و توی اون نوع استانداردی که برنامه اجرا میکنه موفق هستش. آخه حمید عزیز، حمید طالب‌زاده عزیز که با ایشم صحبت کردم در زمان نوروز، خب این انظر خانوادگی هم قوی هست، همسرشون هم پزشک هستن. بله. همونطور که گفتی راهشون رو بلد بودن. بله. الان هم یه 6 ماه هست در جنوب کالیفرنیا هستن، خانمشون هم یه پزشک موفقی هست. 100%. خب اینا همش کار مهمه. ما خیلی از خواننده هامون الان در حال حاضر کار نمیکنن، یا امکان داره موقعیت کاری نداشته باشن، یا شاید اصلا دیگه نداشته باشن. چون شکل عوض شده. 43 سال از یک اتفاق، از یک انقلاب عمرش میگذره. یک عمر طولانی 43 سال. برای همین شما باید این حساب بکنید که امروز شما که در ایران هستید، یا آیا میتونید در خود ایران کارتون ادامه بدید؟ همین 2 روز پیش بود که یکی از دوستان قدیمی که سر دو تا آلبومش من بهش کمک کردم و باهاش همکاری داشتیم، سامان با من در تماس بود که در ایران شروع کرده به ویدیو ساختن. 9 سال در انتظار جواز خواندن بود. آخرسمش ندادن. یک گرفتنش. آره، ولی کلن به این صورت بود که الان دیگه به این فکر افتاده که شاید بهتره که ویدیو درست کنه، ویدیو پخش کنه و در جای خصوصی برنامه اجرا کنه. متوجه این؟ این یه راهشه. مگر اینکه شما یک استثنا باشی. زمانی که یک استثنا باشی، چه دختر چه پسر، مطمئن باشید که هر جا بری که دسترسی داشته باشی به جمعیت زیاد، از اونجا میتونی کارت شروع کنی. اما آیا میتونی اون انفجار صورت بگیره؟ 100% نیاز به یه سری آدم های پشت سرت داری که اونها آدم های باشن که این کار رو بلد باشن. نگاه میکنیم مثلا یه دختر خانمی با یه تلویزیونی خوانندگی میکنه، میره تو برنامهش میخونه، خواننده های مختلف هم میخونه، شناخته میشه. اما آیا ما تا حالا ایشون رو تو کنسرت های بزرگ مختلفی دیدیم در آمریکا؟ یا ما ایشون دیدیم؟ آیا یک کنسرت گذار این ریسک رو میتونه بکنه که این هزینه رو بده، این شخص رو مثلا بیاره به آمریکا و برنامه براش بذاره و اون جمعیت جواب بده؟ برای همین یادت باشه اون تفاوت مهمه، اونجاست که کار به وجود میاد. من اسم نمیارم چون کسی که متوجه میشن که میشه، کسی هم متوجه میشه، خب من نمیخوام. آره، انتخابشون هر چی میتونه باشه. ولی خواننده های خانومی هم که ما در آمریکا داریم، بازم خیلی هاشون الان کار نمیکنن. ببین، کار کردن این نیست که یه شب بخونی 6 ماه نخونی. کار کردن این هست که شما زندگیت رو از این را در بیاری. آره، خواننده هست، ممکنه خواننده باشه که یه شب میخونه یه پولی در میاره که میتونه با 6 ماه زندگی کنه. ولی کسی که کار میکنه، در به قول معروف پیک کار هنریش هست، پیک کار هنریش هستش و جوان هستش، باید یه طوری داشته باشه که هر هفته کار داشته باشه. عزیز، من توصیه میکنم، البته به نظر خودم توصیه میکنم، خواننده جوانی که اصل چیزش گذشته، کارش گذشته بر روی خوانندگی، وقتی میاد امریکا به این سریا اتفاق نمیفته. نه، پس اگر اون خواننده آهنگسازم باشه، تنظیم کنندم باشه، نه فقط برای خودش، برای کسای دیگه شروع میکنه. کم اتفاق میفته این مسئله، خیلی کم اتفاق میفته، مگر اینکه باز دوباره شما با یک کاتالوگ، یعنی منظورم اینکه آهنگ های مختلف،
با خودت بیایی که همون اول که میایی جایی داشته باشی که بتونی این کار خودت رو توی اون ویترین قرار بدی. با یه آهنگ و دو آهنگ و سه آهنگ نه نمیشه. و زنمن من اومدین اینجا، امیدوارم تشریف بیارید، بیاید امریکا، کانادا، هر جا که میخواییم بریم و کارت ادامه بدید. امیدوارم یک حرفه دیگه در کنار اون داشته باشی. یاد میاد در نوروز ما این بحث کردیم، بقیه دوست خیلی خوبمون این خواننده خوب علی دانیال هم مهمان ما بود، داشتیم صحبت میکردیم که خب خواننده باید، خواننده هنرمند و همه باید یه مجری، هر کسی باید یه کار دیگه هم در کنار کارهای خودش داشته باشه. خب اگر نه در داخل کشور، نه در خارج کشور، خارج کشور، خارج کشور دارم میگم، اینجا داشته باشه برای که میتونه به تنگنا برسن و مشکلات ایجاد میشه. همونطور که دیدیم یک سال و نیم همه چی خراب شد، البته درآمدهای دیگه هم همینطور بوده، ولی در طول زندگی معمولی به نظر من بهتره ما از اون پولی که یک زمان دروردیم در جاهای دیگه بتونیم استفاده کنیم. و مسئله که باز دوباره اینجا مهم هست اینه که نیازی ندارید که حتما اگر نمیتونن بهتون جواز داده نمیشه صبر کنید برای گرفتن جواز در داخل کشور. کارتون انجام بدید، کارتون ادامه بدید. اگر مورد توجه قرار بگیرید، اگر خط قرمز رو عبور نکنید، حتی ویدیو درست کنید، شاید یک روز جواز بهتون داده بشه یا تو بشه در موقعیتی شما قرار میگیره یا در فضایی قرار میگیره که اگر طرف خوب باشه بالاخره اون جواز رو میگیره و بالاخره مردم اون جواز رو به شما میدن. نیازی نیست که مثلا ارشاد اون جواز رو امروز به شما بده. رفته رفته شما اون جواز رو کسب میکنید و اگر خط قرمز رو عبور نکنید امکان داره از ارشاد هم جواز رو بگیرید. فقط توجه رو داشته باشید ویدیویی که درست بکنید چجوری باشه، جایی که اون ویدیو رو پخش میکنن به چه صورتی باشه. همه اینها اهمیت داره که شاید فردایی باشه و بتونید کار کنید. ولی اگر هنر رو دارید بیایید و خودتون رو نشون بدید، نشون بدید، خودتون رو پروموت کنید، تبلیغ کنید رو کار خودتون، رفته رفته جای خودتون رو پیدا میکنید و کسی که لازمن باشه شما رو پیدا میکنه. من 100%. اولا در مورد صحبت میکردیم در طول این صحبت همون در مورد چگونه محافظت کردن از مال انبار خودمون داریم. یک نفر در اصفهان، البته اینو میشه گفت که اصفهان تنها شهری که لهجهشو بگیم مسئله نیستش، اصلا مسئله نیست، همه میتونن خودشون رو خوششون بیارن. یه نفر از جلوی بانک ساعت 10 11 شب که همینطور رد میشد و هی بوق میزد، بی بو بو میرم، این پلیس گارد بانک هی میادم نه این رفت باز بوق زد رفت، مردم آزارش، دوباره میومد دوباره بوق بوق، بالاخره جلوش میگم، میگن که خب چرا تو هر شب و ساعت 11 12 شب میاد بو بزنی؟ میگه آخه پولای من تو این بانکه، میخوام خوابتون نبره. دوباره هم برگشت اومد گفت الان دیگه دیگه بخو میزنی؟ گفت برای اینکه قیافتون خوابالوت بود، پولای من تو این بانکه، میخوام خوب بیدار باشه مواظب کنه. خب این از این ماجرا در مورد خواننده ایران صحبت کردیم. آها آه اینا صحبت کنیم، مسئله کرونا و کووید 19 داره یواش یواش حل میشه، اروپا با مشکلات بزرگی روبرو، هنوز ایران که خیلی مشکلات الان یواش یواش، من صحبت کردم با چند نفر کسایی که بیماری مختلف دارن، دارن میزنن و بالای 80 هم دارن میزنن، 75 هم اسکی الان دیگه دارن میزنن دیگه، همه بتونن واکسنشون بزنن. آقای احمدی نژاد گفتن آره اینا همه مسئولا فایزر زدن. آره فایزر زدن، دروغ هم نگفته، دروغ انتخاباتی نبود. اما من تعجب میکنم جامعه پزشکی هندوستان یه اعلامیه بزرگ بیرون داد، گفت تا زمانی که شما بریم مدفوع گاو رو بردارین و این کار انجام بدین با خودتون، بمانین به سر صورتتون، بمانین به چشمتون، امراض چشمی بگیرین، امراض دیگه ای بگیرین و خودتون رو واقعا ببرین قوطه ور کنین در مدفوع گاو که فکر میکنین یک معجزه انجام میشه، نکنین این کار رو، دارین کار ما رو سخت میکنین. در هند یک قسمتی از هندوستان این کار دارن انجام میده، فیلماش هم هستن. بله دیدی بله دیدم. اینو جامعه پزشکی هند از ما ها یاد گرفتن، چون ما هم انبرنسا میگفتیم. آره انبرنسا، توی میزیک ویدیو هم بود. بله اینو که در صورت این هم جامعه پزشکی هند اینو گفته که خطرات بزرگی در هند هست برای این مسئله. اونهایی که میلیونر هستن، ثروتمند هستن، با هواپیمای شخصی خودشون دارن همینطور هند رو ترک میکنن. ولی در صورت دیگه مشکلات 1.2 میلیارد نفر در هند اینو به وجود آورده. بله اما علیرضا، آیا صحیح هست
برای نجات این سوال شده. ما روانشناس نیستیم ولی در موردش صحبت میکنیم. آیا صحیح است برای نجات و از هم نپاچیدن یک ازدواج، یک زندگی، ما واقعا دخالت کنیم بدونی که از ما کمک نخواسته باشن؟ منظورم فهمیدی عزیز؟ آره. من تو میدونی دیگه، جواب بده. من جواب بدم؟ بله منم میگم. من تا اونجایی که امکان داره سعی میکنم دخالت نکنم. آره تو این اخلاق داری، متوجه میشم، ولی من اخلاقم برعکس. من تا اونجایی که امکان داره سعی میکنم دخالت نکنم. آره. چون یه مسئله که وجود داره اینه که من فکر کنم زمانی که کسی از من یه چیز بخواد انجام میدم، تا کسی از من نخوادش کاری نمیکنم. آره بعضی موقع من از دور نگاه میکنم، یک زن و شوهری در دردسرای بزرگی هستن و در اوج دردسر هستن و امکان داره این زندگی رو هم بپاچه، و اگر رفیق صمیمی من هستن من قدم جلو میذارم و مطرح میکنم یا من اینجا هستم کمک میخواین کمک کنم، و خیلی هم نتیجه گرفته چندین بار. بله چقدر فوش دادن بر باعث و بانی. خیلی بعد از اینکه خوب شدم با هم دوباره روا کردم. ولی میگه اون موقعی که باید میذاشتم میرفتم، خدا بگه حسین مجید رو چیکار بکنه که نذاشت اون روز. بی خود کردید، برف اومد گوش کردید. من در باعث و بانیش باعث و بانی تو روح تو به گوش نگم. همه چه نگو، فقط بگو باعث و بانیش. بر باعث و بانی تو روح تو بگو، روح تو شبای رفیق چجوری میشه. ولی ببینید من معتقد هستم ما در یک کامیونیتی، در یک اجتماعی کوچک زندگی میکنیم. این برای که باور کن عزیز، جدایی یک زن و شوهر که با دو تاشون دوست هستیم، تمام دوستا رو اصلا واقعا متلاشی میکنه. درسته، چون ما نمیدونیم با کدومشون رفت آمد کنیم، کدومشون انتخاب بکنیم. مهمونی داریم، بیرون رفتن داریم، جای مختلف. این در اصل بوجه ایجاد میکنه. من معتقد هستم تا جایی که امکان داره اگه با کسی نزدیک هستین، احساس میکنین در دردسر هستن، احساس میکنین که ما ایرانی هستیم، امریکایی این کارو نمیکنن. مثل علیزا میگه تا نخواستن، تازه میگه really is not my business. نه اگه به یه وارد میشم، اگه دوستی واقعا به من بگه و از من چیزی بخواد، من واردش وارد میشم. نه فقط درباره این مسئله، در رابطه با کاری که از من بر بیاد. ولی اگر کسی از من نخواد، نه. آره البته اونم که خب من مثل عریضا کسی من بگه، خب 100% ملاقات میکنم، صحبت میکنم، در مورد همین کار رو میکنم. یه مثالی هم زدم چند وقت پیش برای شما خصوصی. ولی اگر من ببینم و تشخیص بدم که اونا ناراحت نمیشن، من برم جلو و کمکشون کنم، حتما این کار رو میکنم. و شما هم خودتون تشخیص بدید که آیا واقعا جاش هست قدم جلو بذاریم بدونی که از شما بخوان یا نه. برای اینکه مخصوصا توی جامعه ما جای آشتی خیلی زیاده عزیز. ابسولوتلی من فکر میکنم تو جامعه ما جای آشتی بین زن و شوهرها خیلی زیاده. و اگر کسی واقعا کمک نکنه، حالا ما مردای ایرانی و اینا که زیاد اهل روانشناس اینا نیستن اصلا، ولی من یه چیز دیگه بهش اعتقاد دارم. زندگی که نمیتونه بگذره رو نباید به زور نگرش داشت. آره اونم من به این باور هستم. چرا؟ به خاطر اینکه طرف میگه من نمیتونستم، نمیخواستم، منتظر بودم بچه هم بزرگتر بشن بعد بذارم برم دیگه. اون موقع برای یکی از این دو نفر مطمئنن شاید آینده‌ای نباشه. بعد از طرف دیگه باز دوباره این هستش که میگه آره ولی من چیکار بچه هامو چیکار کنم، کوچیکم. اون باز یه مسئله هست، مسائل مالی خیلی مهمه. آره. برای جدا شدن یا جدا نشدن یک زن و شوهر، برای همین می حالی بود مثل برق از هم جدا میشم، مسئله مالی مهم نیست. درسته. انقدر پول دستشون هست. نه برای با همدی از قبل قرار بوشتن پول تو مانو تو پول من مانو. آره اونم انجام میدن. و به نظر من این مثلا مدن تو امریکا هست و این امضا کردن ورقه ها از مبکی نیستم، ولی شنیدم بلدم، میدونم چیکار میکنن تقریبا. و عروض هم میدونه این امضا کردن پرینپ که خب خیلی
خیلی مهمه به نظر من برای بعضی از ازدواج ها. بعضی هم باید خانم آقا خود با فکر باز اینه داشته باشن انجام بدن، نباید ناراحت بشن. چون میدونی من نظرم چیه؟ اون بچه هر شب داره زجر میکشه، چون بچه کوچیکه، هر شب داره زجر میکشه، هر شب این دلخوری ها رو بین دو نفر رو میبینه. ولی حالا اینو میگن نما نمیخوام بکنید بخاطر بچه ها، نه اتفاقا بکنید خیلی بهتر میشه، چون زمانی که پیش این یکی هستش اون اندازه لازم اتنشن و توجه رو میگیره و وقتی پیش اون یکی هستش هم همین حالته. دو تا شیشه و آینه میشکنه به خاطر بچه‌ها. برای همین من موافقه این مسئله هستم که اگر زندگی نمیتونه ادامه داشته باشه هیچ مشکل نیست. آره، یه 6 ماه اول سریع به فکر طلاق، البته تو امریکا که نمیتونین سریع طلاق بگیرین، ولی اون دادگاه خانواده اجازه نمیده. آره، مگه اونجا باشه دادگاه خانواده اجازه نمیده، میگه 6 ماه از هم جدا زندگی کنی ببینیم چی میشه. درسته، این هم مسئله ایه. ولی یه عده هستن که ببینید اصلا هیچ رابطه‌ای با هم ندارن، در دو تا اتاق مختلف میخوابن. حالا بعضی تو امریکا که اونم که رابطه خوبم داره دو اتاق میخوابن، دو تا اتاق مختلف میخوابن، با هم هیچ رابطه‌ای ندارن، امکان داره بیرون با کسی دیگه رابطه، ولی به خاطر بچه‌ها میگن با هم زندگی میکنیم. نمیدونم والا اون چه، شاید بازم بد نباشه، حداقل رسما دیگه زن و شوهر بچه‌ها نمیدونن دیگه، دوام رفتن با هم ندارن. نه، اونم به نظر من چیز نیست که به خاطر بچه‌ها تو بخوای زندگی تو سخت کنی یا به خاطر بچه‌ها بری بیرون هر کاری دلت بخواد تو خونه این حالت بشه. آقا بچه‌ها بزرگ میشن، به فکر خودتون باشین، باور کنید بچه‌ها بزرگ میشن میرن و شما رو تنها میذارن. و تا زمانی که هستید و میتونید اول به این فکر باشید که بچه‌هاتون رو اون چیزی که بلد هستید و اون عشقتون رو بهشون بدید و بعدش هم دیگه اون اندازه‌ای که از خودتون برمیاد رو انجام بدید، بقیه شما از خودتون هستش. ولی الان همین پدر مادر همیشه میگن هر موقع زنگ میزنی میگه چرا هیچ وقت زنگ نمیزنی؟ میگه بابا الان دارم زنگ میزنم، همین الان زنگ زدم. You never call. در هر صورت فکر کنم برنامه امروز ما بود. رضا فکر کنم منم همین فکر رو میکنم. مرسی از همتون، امیدوارم که موفق باشید. ایران داستان این انتخابات بسیار بالا پایین، خیلی اتفاقات مختلفی داره میفته، بعد دید که کیا اول از همه قبولشون میکنن، کیا مورد این صلاحیت دارن که این انتخاب در این انتخابات شرکت کنن، تا بعد ببینیم چی میشه. از من یه بار یکی پرسید تو چی که گفتم من اصلا هیچ کاری ندارم، من از دور فقط نگاه میکنم ببینیم که منم واقعا مهم آینده کشور ما به کجا میرسه. انشالله که مردم، هر اتفاقی میفته مردم حقشون رو بگیرن. اگر کشوری با 80 میلیون بالای 80 میلیون نفر ندونه کاندیداهای انتخاباتی برای ریاست جمهوری دو ماه یک ماه قبل از انتخابات کیه، به نظر من اصلا رای دادن نداره. هر کسی نظر خودش داره. مرسی از همتون.